حمد ثنا به پروردگار و درود به پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه الصلاه و السلام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 15 عرش و کرسی حق است. عرش یعنی تخت پروردگار که آن حق است، در آن یگان شک و شبهه نیست. الله تعالی در آیت های بسیار قرآنی آن را ذکر نموده است، همچنان که فرمود پروردگار دارای عرش بزرگ است، سوره برج آیه 15. و عرش یک مخلوق و آفریده بزرگی پروردگار است که جز الله تعالی کسی ماهیت و کیفیت آن را درک کرده نمیتواند. فرشته های بزرگ آن را میبردارند و آن سقف جنت الفردوس به شمار می رود. تمام صفات های آن از پیامبر صلی الله علیه و سلم با روایت صحیح نقل شده است. در یکی از روایت ها آمده است که آن دارای پایه ها می باشد، که روایت تعویل نمودن معنای عرش را به ملک و فرمان روایی باطل می سازد. کرسی پروردگار نیز حق می باشد و آن به اندازه موضوع دو قدم بوده، حقیقت و ماهیتش را جز پروردگار کسی نمی داند. واقعا کرسی پروردگار آسمان ها و زمین را غنجانیده است، چطوری که الله تعالی فرمود غنجانیده از کرسی پروردگار آسمان ها و زمین را، سوره بقره آیه 255. و همچنین این آیه صریح تعویل نمودن معنای کرسی را به علم پروردگار باطل می سازد. پنجاهم، و خداوند از عرش و غیر عرش بی نیاز می باشد. الله تعالی از عرش و کرسی بی نیاز است و مستولی شدنش بر عرش به خاطر محتاج بودنش به آن نبوده، بلکه برای حکمتی بالغ است که او خواسته است. و پروردگار از نیازمندی به عرش و کرسی و دیگر چیزها پاک و بری می باشد، بلکه عرش و کرسی به قدرت حکم او محمول هستند. 51، پروردگار تمام چیزها را احاطه نمود و خود بالای همه چیز است و در حقیقت از احاطه چیزها مخلوقاتش عاجز ماندند. یعنی حق تعالی همه مخلوقاتش را با علم ادراک و قدرت و تسلط خود احاطه نمود است و بالای عرش جز الله بزرگ کسی وجود ندارد و کسی از مخلوقاتش به چیز احاطه ندارد، چطوری که پروردگار می فرماید و الله با علم ازلی بر همه آینده و گذشته خلایق آگاه است و خلق را هیچ به او احاطه و آگاهی نیست، سوره طه آیه 110. خلاصه البته عرش حق است و کرسی حق است و پروردگار بزرگ به این دو احتیاج ندارد و حقیقتا او از تمام مخلوقاتش آگاه است، ولی آنها بر الله تعالی احاطه و آگاهی ندارند.